بعد از چند ضربه آهسته بر در صدای ظرفی که روی زمین گذاشته میشد به گوش رسید سپس شخصی آهسته گفت ساعت پنج و نیم صبح مگره روی آرنجایش بلند شد صدا بار دیگر گفت مگه تو مراسم شرکت نمیکنیم <applause> کاراگا مگره از رخت خواب بیرون آمد و پابرهنه به, به طرف در رفت در با تکسیمی که دور دو میخ پیچانده شده بود بسته بود صدای پاهایی که دور می شدند شنیده میشد مگره به راهرو سر کشید زنی با ژاکت و دامن سفید را دید خم شد ظرف کوچک آب داغ را از جلو در برداشت دقایقی بعد اولین ناقوس کلیسا نواخته شد و آهنگش در دهکده خاموش تنین انداخت. زمانی که مگره بچه بود، همیشه منتظر دومین زنگ می مند. لباس که می پوشید، صدای خانم ماری تتن را که در تالار مسافرخانه میرفت و میآمد و ظروف را جابجا میکرد کرد چنید. مگره قبل از خروج از اتاق تکه کاغذی را از کیفش بیرون آورد و خواند. از پلیس مولین به اداره مرکزی پلیس پاریس جهت اطلاع و اقدام لازم. به این وسیله به اطلاع میرساند که طی اولین روز مراسم سول در کلیسای سنفیاکر قتلی به وقوع خواهد پیوست. این تکه کاغذ چند روز در اتاقای مختلف اداره روی میزها سرگردان بود و مگره تصادفی متوجه آن شد و با تعجب پرسید این همون سنفیاکر نزدیک ماتینون نیست؟ چرا؟ این یادداشت رو پلیس مولین برای ما فرستاده و مگره تکه کاغذ را در جیب خود گذاشته بود. سنفیاکر، ماتینون و مولین کلماتی بسیار آشنا برای او بودند. مگره در سنفیاکر به دنیا آمده بود. آنجا پدرش سی سال مباشر قصری اربابی بود. آخرین باری که به با آنجا رفت بعد از مرگ پدرش بود که او را در گورستان کوچکی پشت کلیسا دفن کرده بودند. حالا روز قبل از مراسم بود و مگره در تنها مسافرخانه دهکده اتاقی گرفته بود. ماری تاتن، صاحب مسافرخانه مگره را نشناخت ولی او بلا فاصله ماری را به خاطر چشمایش شناخت چشمایی لوچ مگره به طبقه پایین رفت میزی که رویش نان و شیر گذاشته بودند در گوشه بود تالار بوی قهوه میداد ماری تاتن گفت خدای من این دومین زنگی که به صدا در میاد سپس به طرف آشپزخانه دوید تا لباس سیاه خود را تن کند دستکش های کتانش را دست کند و کلاه کوچکش را بر سر بگذارد. گفت من شما را تنها میذارم. وقتی صبحونتون تموم شد در ببندین باشه؟ نه سب کنید خانم من حاضرم. ماری از اینکه همراه مردی برود دست پاچه شد. به خصوص اینکه مرد از پاریس آمده باشد. به همین دلیل در هوای سرد صبح با شتاب گام بر می داشت. بیرون برگ های ریخته شده روی زمین بر اثر وزش باد صدا ایجاد می کردن. کم کم سایه های دیگری هم به در کلیسا نزدیک می شود. صدای ناقوسها ها هنوز تنین انداز بود. از پنجره های بعضی از خانه های کوچک دهکده روشنایی به چشم می خورد که نشان می داد مردم در حال آماده شدن برای شرکت در مراسم هستند. وارد کلیسا که شدند ماری گفت ببخشید من روی چارپایه دعای خودم میشینم. در انتهای کلیسا تنابی که ناقوس را به صدا در میآورد تازه رها شده و در نوسان بود سرایدار کلیسا آخرین شمها را روشن میکرد مگره حاضران را شمرد پانزده نفر خوابآلود بودند که سه نفرشان مرد بود خود مگره سرایدار کلیسا و کسی که ناقوس را به صدا در میآورد مگره اندیشید قتلی به وقوع خواهد پیوست در مولین پلیس موضوع را یک شوخی بیمزه تلقی کرده و توجهی به آن نکرده بود و در پاریس همه از توجه سربازرس به این مسئله تعجب کرده بودند مگره صداهایی از پشت در سمت راست مهراب شنید بعد پسرک سرودخانی وارد شد پشت سرش کشیش در حالی که دستانش را به هم غلاب کرده بود میآمد پسرک مون زنگ خود را به صدا درآورد و زمزمه دعا کنندگان برخواست مگره به گروهی از حضار نگاه کرد. پنج فیر زن که سه نفرشان چارپایه با خود داشتند. یک زن کشاورز چاق و چند زن روستایی جوان و یک بچه. در این زمان صدای اتومبیلی شنیده شد. سپس صدای باز شدن در و به دنبال آن چند گام سبک به گوش رسید. آنگاه خانم متشخص سوگواری ظاهر شد. در حالی که زنان روستایی نگاهش میکردند، طول کلیسا را طی کرد و بی صدا در قسمت جلو در ردیف مخصوصی که برای ساکنان قصر گیلامی رزرو میشد نشست. کشیش شروع به دعا خواندن کرد. حالا توجه مگره به بانوی غرفه مخصوص بود که راحت می توانست نیم را ببیند. فکر کرد که آیا او کنتس سنفیاکر نیست؟ کشیش همچنان دعا می خاند. خودش بود کنتس. آخرین باری که مگره او را دیده بود بیست و پنج یا بیست و شش ساله بود. زنی بلند، باریک و افسرده که مگره معمولا او را از دور می دید. حالا باید راحت شهست سال را می داشت. کنتس با حرارت دعا می خاند. دستان بلند و ظریفش کتاب دعا را در خود می فشرد. مگره در آخرین ردیف روی صندلی حسیری نشسته بود. انگار پلیس مولین حق داشت. ممکن نبود جنایتی در کلیسا اتفاق بیفتد. ناگوزن و سرایدار رفتند فقط ماندن مگره و کشیش جوان بقیه دیگر زن بودند کشیش آرام آیات را زیر لب ادا می کرد در بیرون روز فرا میرسید. رسید حاضران برای اجرای بخشی از مراسم خم شده بودند زنگی که پسرک سرودخان در دست داشت با صدای تیزی نواخته شد مگره تنها کسی بود که در اجرای مراسم شرکت نمی کرد زنان به طرف نرده های مهراب رفتند. صورتهایشان بیالت بود. دستهایشان را وار روی هم گذاشته بودند و از جلو کشیش رد می شدند. صورت کنتس در میان دستانش پنهان بود. کشیش باز شروع به خواندن کرد. انگشتان پیرزن از هم جدا شد و کتاب دعایش را باز کرد. صورتش زرش کشیده بود. چهار دقیقه دیگر هم سپری شد. حالا پس از آخرین دعا همه خارج می شدند و جنایتی رخ نمیداد. داد. دعا داشت تمام می شد. سر کنتس باز بین دستانش پنهان بود و حرکتی نمیکرد. کرد. بقیه زنان هم انگار منجمد شده بودند. مگره آهی کشید و منتظر پایان مراسم ماند. پیرزنها همه با هم بلند شدند و به طرف در کلیسا رفتند. روز فرا رسیده بود و نور داخل سحن کلیسا می شد. به زودی فقط کنتس باقی ماند. سرایدار که آمده بود چهما را خاموش کند، نگاهی به کنتس انداخت. مگره به طرف جایگاه کنتس رفت. حالا دو مرد نزدیک زن ایستاده بودند و از اینکه کنتس همچنان بیارکت نشسته بود، متعجب بودند. بعد مگره سعی کرد صورت او را که میان دستهای قفل گفت پنهان بود ببیند. تا مگره شانه کنتس را لمس کرد، بدن زن گویی روی لبه چاقو نشسته باشد به یک طرف کت شد و کف تالار قلتید و بیارکت ماند. کنتس سنفیاکر مرده بود. جسد را به انبار کلیسا منتقل کردند و انباردار برای آوردن دکتر بیرون دوید. مگره متوجه نشده بود که حضورش در این محل غیر عادی است. چند دقیقه طول کشید تا مفهوم نگاه پرسشگر و بدگمان کشیش را درک کند. بالاخره کشیش پرسید شما کی هستید؟ اینجا چیکار؟ مگره حرفش را قطع کرد. سرباز رس مگره از اداره مرکزی پلیس. کچیش مرد سی و پنج ساله ای با قیافه معمولی بود. استراب و آشفتگی از حرکاتش میبارید. با صدای غیر عادی زمزمه کرد. نکنه می بگید آینه این جلو دهان کنتس گرفته بودند تا از مرگش مطمئن شوند. قلبش که دیگر نمیزد. تنها جواب مگره به سخن کشیش این بود. من جراعتی نمی بینم. مگره به اطراف نظر انداخت. تا سی سال هیچ تغییری در آنجا داده نشده بود. مگره اندیشید چگونه چون این جنایتی اتفاق افتاده بود. هیچ کس صدای تیری نشنیده و کسی هم به کنتز نزدیک نشده بود. آیا دومین ساعت دعا هفت برگزار میشه؟ شنیدن صدای قدم های سنگین دکتر تا اندازهی به او آرامش داد. دکتر پس از معاینه گفت من احتمال حمله قلبی میدم البته پزشک او کسی دیگه ای بود ولی من هم دو سه بار به قصر دعوت شده بودم قلبش ضعیف بود انباردار و راننده به کمک هم جسد را به داخل اتومبیل بردند مگره با عجله به طرف اتومبیل رفت دکتر آن وسط نمیدانست چه کند چند نفر در میدان ایستاده بودند و هنوز خبر نداشتند چه اتفاقی افتاده است مگره به دکتر گفت همراه ما بیایید. میدان شیبدار را پشت سر گذاشتند در یک طرف میدان ساختمان کلیسا روی تپه ساخته شده و در طرف دیگر برکه نوتردام واقع بود مسافرخانه ماریتاتن اولین خانه دهکده در سمت راست بود در سمت چپ درختان بلود قرار داشت و باز در سمت راست سایه قصری در دور دست دیده میشد دکتر مردی روستایی بود و در خانواده روستایی به دنیا آمده بود. لباس قهوه‌ای بدرنگی به تن و چکمه های لاستیکی به پاداشت. گفت من مشغول شکار اردک بودم. وقتی اتومبیل نزدیک پلا رسید، مگره توانست از پنجره های مشبک طبقه همکف را ببیند و از پشت آن آشپزخانه بخارالودی را که یک زن چاق مشغول کندن پر کپک در آن بود تشخیص داد. راننده نمیدانست چیکار کند و جرأت نمیکرد درهای اتومبیل را باز کند راننده گفت موسیو جان هنوز خبر نداره دکتر گفت یه نفر صدا کن هر کس که باشه به حال سایر پیشخدمت ها در قصر هستند مگه نه هوا سرد بود و آب از بینی مگره روان شده بود دکتر پیپش را پر میکرد مگره پرسید این موسیو جان کیه دکتر شانه بالا انداخت و لبخند زد و گفت خواهید دید خب بالاخره کیه؟ یه مرد جوون و خشکیب از اقوام کنتس؟ اینجوری هم میشه گفت ولی به طور رسمی منشی کنتس بود مگره قصر رو میشناخت به خصوص ساختمان های بیرونی قصر را اگر چند قدم بر می داشت خانه مستخدمان را که آنجا متولد شده بود ببیند انگار این خاطرات او را آشفته میکرد. به خصوص خاطره کنتس سنفیاکر که مگره او را جوانی دیده بود که برای وی که پسرکی روستایی بیش نبود مظهر وقار و اصالت به شمار می حالا او مرده بود و همچون سنگ داخل اتومبیل قرار داشت. مجبور شده بودند پایش را خم کنند تا در اتومبیل جا بگیرند. باز مگره آن جمله قتلی به وقوع خواهد پیوست را در ذهن مرور کرد. ولی دکتر که گفته بود او از حمله قلبی مرده است کدام قدرت فوق طبیعی میتوانست این را پیش بینی کند و تازه چرا به پلیس خبر داده درها بازو بسته می شدند و افراد داخل قصر به اطراف میدویدند پیش خدمتی که لباسش را هنوز کامل نپوشیده بود در اصلی را کمی باز کرد پشت سرش مردی با موهای ژولیده و چشمان خسته پیدا شد و پرسید چه خبر شده پزشک فوری در گوش مگره زمزمه کرد این همون جانه آشپز از پشت پنجره نگاه میکرد. کرد پنجره های زیر شیروانی که مال اتاقای مستخدمان بود پشت سر هم باز میشد. شد مگره با اوقات تلخی فریاد کشید خب چرا کسی نمیاد که کنترس را به اتاقش منتقل کنه وضعیت موجود با آنچه از کودکی به یاد داشت جور نبود و این به نظرش توهینآمیز میآمد قتلی به وقوع خواهد پیوست حالا دومین ناقوس دعا به صدا در آمده بود مردم باید عجله میکردند. بعضی از کشاورزان راهی طولانی را طی کرده و با گاری های سبک خود گل آورده بودند تا روی قبر رفتگانشان بگذارند ژان جرأت نزدیک شدن نداشت پیشخدمتی که در اتومبیل را باز کرده بود کاملا درمانده به نظر می رسید. بدون اینکه کوچکترین حرکتی بکند خشکش زده بود با لکنت تکرار میکرد خانوم کنتس خانوم دکتر با شیطنت و تحنه گفت خب میخوای همونجا بمونه؟ مگره تمام توان خود را به کار گرفت به راننده و پیشخدمت اشاره کرد و گفت شما دوتا بیاید ببریدش به اتاقش در حالی که آنها مشغول بیرون آوردن جسد بودند صدای زنگ تلفن در سالن پیچید دکتر گرگر کرد چه وقتی؟ جان جرأت نکرد به آن جواب بدهد مگره به طرف تلفن دوید و گوشی رو برداشت و گفت الو بله اینجا قصره کسی گفت به مادرم بگو حرف بزنه حالا باید از مراسم دعا برگشته باشه مگره پرسید شما کنت سنفیاکر اصلا به تو چه مربوطه گوشی رو بده به مادرم مگره قبل از اینکه ارتباط را قطع کنند گفت بهتر خودتون به اینجا بیایید حالا مجبور بود خود را به دیوار بچسباند تا جسد کنتس که خدمتکاران آن را حمل می کردند از کنارش بگذرند. وقتی جنازه زن را روی تختش گذاشتند دکتر گفت من به خانومی که دستیارم باشه نیاز دارم. مگره گفت یکی از خدمتکاران را خبر می کنم و به جان اشاره کرد. جان بیرون رفت و کمی بعد همراه زنی حدودن سی ساله آمد که با ترس به بر نگاه می کرد. سپس مگره آستین جان را گرفت و در حالی که او را به طرف پنجره میکشید گفت روابط شما با پسر کنتس چطوره؟ جان از نگاه به مگره عبا داشت و با انگشتان یک دستش انگشتان دست دیگرش را میکشید. مگره ادامه داد گوش کن برای صرف جویی در وقت سریع حرف میزنیم دقیقا موقعیت شما در این قصر چیه؟ چند وقتی که اینجایید؟ چهار سال. کنتس سنفیوکر را از کجا میشناختید؟ منو یکی از دوستان به کنتس معرفی کرد. والدین من تازه بر اثر ورشکستگی یک بانک در لیون خونه خراب شده بودن. من به عنوان منشی مخصوص به اینجا اومدم تا موازه به حسابهای خصوصی کنتس باشم. مذارت میخوام قبلا چی کار میکردید؟ مسافرت میکردم. منتقد هنری بودم. مگره دیگر حرفی نزد. قصر جای بزرگی بود. از بیرون کاملا اشرافی به نظر میرسید ولی در داخل بدنما بود. گرد و خاک همه جا را فرا گرفته بود و اشیای قدیمی بی هیچ نظمی به شکلی پراکنده در اطراف قرار داشت. در واقع قصر مهمانخانه ای از وسایل بی مصرف بود که با پرده های رنگ پریده احاطه می بعضی جاهای دیوارها رنگش فرق داشت. معلوم بود که چیزهایی با ارزش از آنجا برداشته شدند. باز مگره به جان نگاه کرد و گفت میدونستی که پسر کنتس داره میان؟ نه به من چه ربطی داره بهتره برم لباس بپوشم هوا سرده ولی راستی پلیس چرا اینقدر حساسیت نشون میده بهتره بری لباس تو بپوشی بعد مگره وارد اتاقی شد که جنازه زن در آن بود او در حالی که سعی میکرد به بخاری دیواری مرمری تکیه کند متوجه شد سنگ آن شکسته از دکتر پرسید چیزی پیدا کردی لطفا یه لحظه صبر کنید سپس به خدمتکار گفت خانم لطفا ما رو تنها بگذارید خدمتکار که رفت دکتر گفت فقط میتونم اونچه را که قبلا گفتم این بار با اطمینان بیشتر تکرار کنم که مرگ به علت حمله ناگاهانی قلبی رخ داده مگره پرسید علت حمله چی بوده؟ دکتر پتو را روی جسد کشید کنار مگره جلو پنجره رفت و در حالی که پیپ خود را روشن میکرد با حرکت یا از ابهام گفت شاید شکر شاید سرما آخه داخل کلیسا سرد بود دکتر ادامه داد در زن کنتس هیچ نو سمی هم نخورده مگره اخم کرده بود پرسید از قصر این روزا خبر داشتی؟ یا روزای قبل؟ منشی ها می اومدن مدتی میموندند و بعد میرفتند پسر کنتست برای ادامه تحصیل به پاریس رفته وضع مالی کنتست چطور بود؟ قصر در گروه سه تا از چهار مزرعه به فروش رفته و هر چند وقت یه بار دلال عتیقه برای خرید آخرین قطعات با ارزش میاد پسرش در چه حالیه؟ او رو درست نمیشناسم میگن هنوز بچه است میگر از اتاق خارج شد دکتر هم دنبالش در راهرو ژان را دیدن که هنوز دنبایی به در همین زمان اتومبیل اسپورت زردی با سرعت وارد قطع شد و لحظه بعد مردی کوچرمی وارد تالار شد مگره را که دید پرسید چه اتفاقی افتاده مگره گفت باید با شما چند کلمه حرف بزنم کنت سنفیاکر از کنار ژان که میگذشت دستی بر شانه زد و به شوخی گفت تو هنوز اینجا یادم مزخرف سپس مگره به کنت گفت امروز صبح مادر شما در کلیسا درگذشت مور سنفیاکر سی ساله گفت شما چی گفتید با من بیاید کنت گیج و مبهود در اتاق خواب تو را تا حدی بالا زد که برای دیدن صورت مرده کافی باشد. اثری از غم و اندوه در چهره او دیده نشد. چهارشانه و کمی چاق بود. از دکتر پرسید علت مرگ چی بود؟ حمله قلبی ولی شاید سرباز رس بتونه اطلاعات بیشتری بده. کند به طرف مگره برگشت. شما پلیس هستید؟ نمیفهمم. دکتر همین الان گفت که مگره گفت آیا کسی از مرگ مادر شما نف می برد و سپس تکه کاغذی رو به او داد کاغذی که در آن قتل پیش شده بود کنت گفت مگه دکتر از حمله قلبی حرف نزد ولی این حمله رو یه نفر دو هفته پیش می دونسته راستی شما چرا امروز صبح به قصر اومدید؟ کنت گفت حالا باید جواب سوالتون رو بدم شخصی که از مرگ مادرم سود می برد خود من هستم کاملا جدی حرف میزد ادامه داد شما که پلیس هستید باید تا حالا فهمیده باشید که مادر من همه چیزش رو از دست داده بود مگره گفت شما گفتید که از مرگ مادرتون نفت می بردید. درسته؟ من امروز صبح برای گرفتن چهل هزار فرانک از مادرم به اینجا اومدم من برای پرداخت یک چک به این پول نیاز داشتم آن دو از قصر خارج شدند و به سمت کلیسا رفتند کنت گفت ببینین سرباز راست کسی نمیتونه اونو کشته باشه یا لاقل من نمیتونم بفهمم مگره مشغول مرور مراسم دعا در ذهنش شد کنتس روی نیمکت خانوادگی نشسته بود بعد زانو زد و صورتش در دستایش پنهان شد بعد کتاب دعای خود را باز کرد چند دقیقه بعد دوباره صورتش میان دستایش بود مگره وارد کلیسا شد و از سرایدار پرسید کتاب دعا رو چه کسی برداشته؟ کدوم کتاب دعا؟ کتاب دعای کنتس همینجا روی نیمکت بود سرادار گفت خبر ندارم مگره به کن نگاه کرد که در دورترین قسمت کلیسا ایستاده بود از سرادار پرسید چه کسی نزدیک این نیمکت بود؟ زن دکتر تو دعای دوم این گرفر رو اشغال کرد مگره گفت خب به تمام احایی دیکده خبر بدید که هر کس کتاب دعا رو برای من بیاره جایزه بزرگی میگیره. بیرون کلیسا کنت گفت من از جریان کتاب دعا سر در نمیارم. حمله قلبی بعد از اینکه کنتس کتاب دعا را باز کرد صورت گرفت. بعید نیست که در کتاب دعا باشه برای بعد. توی راه مگره از کنت پرسید آیا چک فقط از یک شبه بانک قابل وصوله؟ بله ولی تاریخش برای فرداست. من میخواستم با این پول یک شرکت فیلمسازی بسازم. مگره بیرون دروازه قبرستان کنت را ترک کرد. اولین کاری که باید میکرد پیدا کردن کتاب دعا بود. دوری توی روستا زد و باز به طرف قصر رفت. جلو او یک نفر تفنگ به دوش داشت میرفت. مگره خود را به او رساند و گفت شما تو قصر زندگی میکنی؟ من مباشر سنفیا کرا هستم. شما کی هستید؟ سرباز رس مگره از اداره مرکزی پلیس. شما از ماجرا با خبرید؟ رفته بودم شکار همین حالا شنیدم پلیس چرا اینجاست جناب مباشر میخوام چند سوال از شما بپرسم درباره آقای ژانه او تو قصر چیکار میکرد برای کنتست زیاد خرج میتراشید شما به عنوان مباشر باید مواظب به همه چیز باشید مباشر سری تکان داد و گفت کار خاصی نمیکرد فقط به نامه های خصوصی میرسید اوایل ادعا میکرد که به خاطر اطلاعات اقتصادیش میتونه پولساز باشه ولی چند سهم خرید که در عرض چند ماه سقوط کرد بعد گفت یکی از دوستاش دستگاهی برای عکسبرداری اختراع کرده که این ضرر را جبران میکنه اینم برای خانم صد هزار فرانک آب خورد و دوستشان ناپدید شد مگره خداحافظی کرد و ترجیح داد به مهمانخانه ماریتاتن برگردد وقتی وارد مهمانخانه شد زنی از گوشه سالن برخاست و به طرف او آمد لباس‌هایش خیس بود و آشفته و مردد به نظر می رسید دستش را روی شانه پسرکی موسرخ گذاشته بود مادر گفت سر باز قبل از هر چیز میخوام بگم ما فقیریم ولی همیشه شرافتمند زندگی کردیم وقتی دیدم ارنست پسرک با صورت رنگ پریده بدون کوچکترین حرکتی به جلو نگاه میکرد. مگره خم شد و پرسید کتاب دعار تو برداشتی؟ پسرک در حالی که به مگره خیره شده بود جوابی نداد. مادر گفت جواب سربازرست رو بده. ولی باز پسرک دهان باز نکرد. مادرش سیلی محکمی به صورتش زد. جای دستش به صورت لکه قرمز بر گونه پسرک ماند. پسرک تکان خفیفی خورد و چشمانش کمی مرتوب شد و لبهایش لرزید مادر گفت جواب میدی یا نه؟ سپس خطاب به مگری گفت ماها بود که برای خریدن یک کتاب دعا گریه میکرد. کتاب دعای قطور. تا حالا چیزی مثل این شنیدید؟ موقعی که ماجرای کتاب دعای خانم کنتس را شنیدن یاد همین مسئله افتادم. به خصوص چون که او در فاصله دومین و سومین دعا به خونه اومد تعجب کردم. او جزو سرود است و معمولا غذا رو به هیئت امنای کلیسا میخوره به اتاقش رفتم و این کتاب و زیر وسایلش پیدا کردم در داخل میمانخانه سکوت ایجاد شده بود و کتاب دعا در دست مکره بود گفت متشکرم خانم برای دیدن کتاب عجله داشت به طرف دیگر سالن به افتاد زن دست گفت گفته بودید پیدا کردن کتاب جایزه داره البته ارنست مگره 20 فرانک به او داد زن آن را با احتیاط در کیفش گذاشت و در حالی که پسرک را به طرف در می کشید کنان گفت اما در مورد تو صبر کن مگره ترجیح داد کتاب را در خارج از مهمانخانه نگاه کند در حالی که آرام به طرف بحث می آن را باز کرد هنوز کتاب باز نشده بود که خود به خود باز شد و صفحه‌ای که در آن تکه کاغذی بین دو برگ قرار داشت مقابل چشمان مگره قرار گرفت. بریره روزنامه بود. پاریس اول نوامبر. امروز صبح در یک آپارتمان خودکشی دقتانگیزی رخ داد. این آپارتمان از چند سال پیش در اختیار کنت سنفیاکر بود. کنت که به یکی از نزدیکانش گفته بود از رفتار مادرش شرمنده است، گلوله‌ای به مغز خود چلیک کرده است. مگره کتاب را در جیب اوورکوت خود گذاشت و فکر کرد بریده ی روزنامه اسلحه ی کشنده پس اسلحه این تکه روزنامه بود مگره چند بار کاغذ را این رو آن رو کرد حالت به خصوصی داشت و مگره مطمئن شد که چاپ آن مثل روزنامه های عادی نبوده بلکه با چاپ دستی انجام گرفته است قاتل با عجله این کار را کرده ظاهرا وقت زیادی نداشته و مطمئن بوده که در همان لحظه اول بر اثر شک ناشی از خشم یا ترس یا شرم کنتس سکته خواهد کرد مگره قبلا با جنایتی چنین ناجوان مردانه و در عین حال هوشمندانه برخورد نکرده بود تازه قاتل جرأت اختار به پلیس را هم داشته شاید فکر نمیکرده کتاب دعا به دست پلیس بیفتد در این صورت کسی را هم نمیشد متهم کرد کنتس بر اثر سکته مرده بود مگره به مهمانخانه برگشت و آدرس ارنست کوچولو را پرسید. بعد با سرعت روانه آنجا شد. زن مشغول تهیه غذا بود. مگره گفت پسرتون خونه است؟ زن گفت بله. مگره گفت بگید بیاد با او کار دارم. زن فریاد زد ارنست. در باز شد و ارنست آمد. نگاه شیطنت داشت. مگره گفت بیا پسر. بیا کمی با هم قدم بزن. خیابان خالی بود. مگره گفت فردا برام یک کتاب دعای زخیم تر که اول هر اش قرمز باشه میخرم. پسرک مبهوت نگاهش کرد. مگره ادامه داد فقط باید سریع به من بگی که اونو از کجا پیدا کردی؟ من نمیخوام تنبیهت کنم. پسرک حالت تدافعی به خود گرفت. مگره گفت روی سندلی های کلیسا پیداش کردی؟ باز پسرک جواب نداد. مگره گفت چه کسی کتاب دعا رو از روی نیمکت برداشت؟ نمیدونم تو کجا پیداش کردی؟ تو انبار کلیسا زیر لباس کتون سفیدم انباردارم اونجا بود؟ نه تو کلیسا بود داشت شهما رو خاموش میکرد پس کتاب دعا رو یه نفر از روی نیمکت برداشته بود و برای مدتی زیر لباس پسرک سرودخان در انبار کلیسا پنهان کرده بود تا سر فرصت و به موقع سر وقت آن مگره پرسید کتاب باز کردی؟ وقتش رو نداشتم میخواستم تخم مرغ پختم رو بخورم خیلی خوب میتونی بری فردا برات یک کتاب دعا میارم پسرک که رفت میگره اندیشید قتل در سه مرحله یک نفر با ماشین حروف چینی که فقط در روزنامه یا چاپخانه های بزرگ پیدا میشود نوشته را تهیه کرده یا برایش تهیه کردند در این لحظه کشیش را دید کشیش به او گفت دارم به قصر میرم فکرم موقع دعا مشغول بود فکر این که یه قتل ممکنه مگره گفت ممکنه نه مسلما قتله همانطور که آن دو در جاده اصلی قصر پیش میرفتند دو نفر را دیدند که به سمت آنها می آمدند. دکتر و جان دکتر و کشیش با هم گفتگو میکردند و مگره و جان با هم مگره از جان پرسید میخوام سوالی از شما بپرسم آخرین بار چه زمانی به دفتر جورنل مولین رفتید؟ من؟ یه دقیقه سب کنی؟ چرا اینو میپرسید؟ چیز مهمی نیست. مجبورم جواب بدم؟ نه. میتونید حرفی نزنید. جان با حالت عصبی شدیدی دچار شده بود. گفت میدونم که من از این مسئله زیان خواهم دید ولی نمیذارم منو به این سادگی. اول میخوام وکیلمو ببینم. من حق این کار دارم مگره گفت نه به کسی اتهامی وارد شده و نه کسی تحت تعقیب قرار گرفته پس هیچ حقی نداری سپس تکه کاغذ چاپ شده را به جان داد جان خوشگش زد مگره گفت حالا بگو ببینم کنت کجاست کنت با مباشر درباره چه حرف میزنه تو کتابخونه هستم مگره به سمت کتابخانه رفت مرد جوان گوشه میز تحریر نشسته بود و کاملا گرفته به نظر میرسید مباشر هم روی پاهای خپلش خشک شده بود. مباشر گفت شما باید بدونید که جای پا فشاری و اصرار مخصوصا برای چهل هزار فرانک نبود. کند گفت وقتی من تلفن زدم کی جواب داد؟ موسیو جان. بنابراین او حتی پیغام من رو به مادرم نرسونده. مگره گفت میبینم با هم گرم گرفتید. کنت با ناراحتی بلند شد و گفت سرباز رس من موقعیتم را از شما پنهان نکردم فردا علیه من اعلام جرم خواهد شد معلومه که با مرگ مادرم من تنها وارث او هستم بنابراین از مباشر خواستم تا صبح فردا چهل هزار فرانک برام تهیه کنه ولی به نظر میرسه که این کار غیر ممکنه مباشر تکرار کرد بله کاملا غیر ممکنه چون بدون اجازه قاضی نمیشه کاری کرد و قاضی هم تا بعد از مراسم تشییع جنازه اقدامی نمیکنه و در ضمن تهیه چه هزار فرانک از اونچه باقی مونده مشکله مگره هم گفت تا اونجا که من میدونم پولی وجود نداره و اعتمالا وجود نخواهد داشت بنابراین مسئله تا زمانی که دادگاه کند به مباشر گفت ما تنها بذار تا مباشر با بیمیلی اتاق را ترک کرد کند گفت جدا قتل. قتلی که به پلیس ربطی نداره لطفا توضیح بدید من دارم کم کم دیوونه میشم در همین زمان صدای زنی از تالار شنیده شد که با مباشر حرف میزد کنت از جا پرید به طرف در رفت و با حرکتی سریع آن را باز کرد ماری؟ موریس؟ چرا من راه نمیدن؟ این تحمل نپذیره من حدود یک ساعت تو هتل منتظرت بودم او ماری واسیلیف نامزد کنت بود که با لحجه خارجی حرف میزد. قد بلند و موبور بود. با دیدن مگره ماری به زبان انگلیسی از کنت پرسید آیا پول دارد؟ و کنت هم به انگلیسی به او گفت فعلا جای این حرفا نیست. مادرم مرده و تو باید به پاریس برگردی و من هم سریع پیش تو میام. ماری خندید و گفت با کدوم پول برم؟ من حتی برای پرداخت کرایه تاکسی هم پول ندارم. کنت از اینکه میدید ماری دارد آبروی او را میبرد عصبانی شد ماری گفت اگه تو بخوای اینجا بمونی منم میمونم مگره به مباشر گفت پول تاکسی رو بده و راننده رو رد کن بره در این لحظه جان از پلا پایین آمد کیف سفری در دست داشت مگره پرسید کجا میرید به مهمون خونه در این وضعیت اینجور بهتره مگره مباشر را کناری کشید و پرسید واقعا نمیشه چهل هزار فرانک از غصب به دست بود؟ کار مشکلیه پس این کار رو تا فردا صبح انجام بدید وقتی مگره به مهمان رسید جان آنجا بود هنگام صرف غذا مگره موتورسیکلتی را دید که از جاده میگذشت و مرد جوان شیک سوار آن بود از ماریتاتن پرسید اون دیگه کیه؟ ماریتاتن گفت امیل گوتیه پسر مباشره کجا میره؟ احتمالا به مولین تو بانگا اونجا کار میکنه جان از ماریتاتن پرسید اینجا تلفن داریم؟ نه ولی یه تلفن عمومی بیرون تو جاده هست جان از جاده عبور کرد و به جلوی مغازه بقالی که تلفن عمومی داشت رسید این مغازه را انباردار کلیسا اداره میکرد مگره دید که جان مدت زیادی در مغازه ماند و دو سیگار پشت را هم کشید وقتی برگشت مگره از او پرسید به کی تلفن زدی راستشو رو چون من میتونم اینو از تلفن چیم بپرسم به پدرم در برگز صدایش کوتاه و لحنش گستاخانه بود ادامه داد از او خواستم بلافاصله فاصله وکیلی برام بفرسته مثل اینکه مطمئن هستید تو درد سر دادید. ازتون خواهش میکنم تا وقتی وکیلم نیمده به من حرف نزنید باور کنید از اینکه در این دهکده بیش از یک مهمون خونه وجود نداره ناراحتم مگره زیر لب گفت احمق کوچولوی نادون شب که فرا رسید مگره به کلیسا رفت کشیش از دیدن او تعجب کرد مگره به او گفت معذرت میخوام امروز صبح اتفاق عجیبی اینجا افتاد کتاب دعای کنتس که روی نیمکت دعای او بود ناگاهان ناپدید شد و بعد زیر لباس کتون پسرک سرودخان پیدا شد. میخوام بدونن چه کسی اون رو برداشته؟ کشیش گفت من بودم که کتاب دعا رو برداشتم و اون رو اینجا گذاشتم تا شاید بعد اون رو بردارم. فهمیدید داخل کتاب دعا چی بود؟ نه میدونید قاتل کیه؟ خدا میدونه منو ببخشید باید برای دیدن بیماری برم بیرون از کلیسا کشیش و مگره با دکتر روبرو شدند دکتر به مگره گفت شاهکار زدید همین حالا نصف دیکده کنت رو متهم میکنن به خصوص از وقتی که اون زن وارد شده مباشر داره که رو جمع میکنه تا بلکه بتونه چهل هزار فرانک نمیدونم برای چه کاری آماده کنه مگره دور شد احساس کرد قلبش ناراحت است حالا او متهم شده بود که عامل تمام این مشکلات است چه اشتباهی مرتکب شده بود شاید او باعث شده بود غذایا تا این حد پیچیده و مبهم شود آن شب مگره با اشتیاق ولی ناراحت خوابید اتاق سرد بود در طول شب بارها صدای سرفه خشک ژان را از اتاق کناری شنید و سپس صدای پاهای ماریتاتن را که سعی میکرد بی صدا را برود. صبح چند دقیقه در بستر ماند. بعد پایین رفت و صبحانه خورد سپس یقه کتش را بالا زد و کلاهش را تا روی چشم پایین کشید و آرام به طرف کلیسا رفت بیش از سه زن در سحن کلیسا نبودند مگره پشت مهراب درست جلو در ایستاد اتومبیلی جلو کلیسا توقف کرد و صدای قدم های مردی در کلیسا شنیده شد وقتی در باز شد مگره موریس سنفیاکر را دید کنت به قدری از این برخورد متعجب شده بود که کم مانده بود برگردند زمزمه کرد میبخشید من دعا تموم شده زیر چشمانش حلقه های دیده میشد که نشان میداد شب قبل را نخوابیده است مگده از او پرسید از مولین میایید؟ بله شما چطور فهمیدید مگده پرسید میتونیم بریم بیرون اتومبیل زرد میان درختها پارک شده بود دستپاچگی سنفیاکر مشهود بود و با تعجب به مگره نگاه میکرد سرباز رست زمزمه کرد شما خیلی زود بیدار شدید اولین قطار ساعت هفت و سی دقیقه مولین رو ترک میکنه نمیفهمم شما که با قطار نرفتید انگار ماری و رو فراموش کردید ظاهرا موضوع بسیار ساده بود کنت نامزدش را به مولین برده و سوار قطار پاریس کرده و برگشته بود ولی مگرگ وانه نمیشد. سعی می کرد نگاه های حیجان زده کنت را که به نظر می رسید منتظر کسی است یا از چیزی حراس دارد تغییب کند. مگره گفت به نظرم سر کردن با او بدون دردسر ممکن نیست. او خیلی حساسه. او روزای بهتری داشته. خیلی وقته که با هم نامزد هستیم کمتر از یه سال. ماری زیاد دل با پس پول نیست. بالاخره نگاه او در نقطه متوقف شد. مگره با تعقیب مسیر نگاهش متوجه کشیش شد که پشت سر آنها از کلیسا بیرون می آمد. کشیش هم به اندازه کنت دست پاچه به نظر می رسید. او وقتی رسید با شتاب سلام کوتاهی به دو مرد کرد و با عجله وارد ساختمان شد. مگره از کنت پرسید به توافق رسیدی؟ کنت شتاب زده پرسید با کی؟ و در چه موردی؟ با کشیش برای مراسم تدفین کسی برای دیدن جسد متوفا میاد نه مباشر تونست چه لزار فرانک رو براتون فراهم کنه؟ نه آره منظورم اینه که مگره به او خیره شد از این که او را چنین مضطرب میدید متعجب بود پرسید بالاخره فراهم کرد یا نه؟ به نظرم برخلاف همه بدهی ها شما خیلی بیشتر از این به دست خواهید بود کنت جواب نداد وحشت زده به نظر میرسید چیزی گفت که هیچ ربطی به سخن قبلی آنها نداشت گفت سرباز رست روک و پوسکنده بگید آیا نسبت به من مشکوکید؟ چرا باید به شما مشکوک باشم؟ خودتون خوب میدونید چرا من میدونم که من نسبت به شما بیش از دیگران مشکوک نیستم کند گفت متشکرم خب این چیزی که باید به مردمم بگید میفهمید که موقعیت من خیلی بغرنجه. کشیش داشت قدم میزد. سربازرس گمان کرد او با نگرانی موازه به او و کنت است. به کنت گفت من تو قصر به شما خواهم پیوست. الان؟ کمی بعد. مشخص بود که کنت هیچ رغبتی به این مسئله نداشت و مانند یک محکوم سوار اتومبیلش شد. مگره از پشت پنجرهای ساختمان کشیش را دید که موازه به کنت بود. مگره به مهمانخانه رفت لباس عوض کند از پنجره اتاق خوابش محبته قصر و اتومبیل زرد کنت را میدید به نظر میرسید کنت نمیداند چه می کند شاید میخواست پیاده به دهکده برگردد سربازرت با شتاب به طرف قصر رفت چند لحظه بعد حدود صد قدمی کلیسا به هم رسیدند مگره پرسید کجا می رفتید؟ این پرسش کافی بود رنگ کنت بپرد مثل اینکه این کلمات معانی وحشتناک و مرموزی داشتند. مگره پرسید آگهی ترهیم چاپ کردی؟ نه. ولی بالاخره فامیل و اهل محل کنت کنترلش را از دست داد و گفت اونا نمیان. باید اینو فهمیده باشید. قبلا موقعی که پدرم زنده بود فصل شکار که میشد بیشتر از سی مهمون تو قصد بودن و هفته ها ولی حالا مگره مباشر را دید که از قصر به طرف او می آمد. به کنت گفت منو ببخشید. به سوی قصر رفت. چند قدم که رفت برگشت. کنت جلوی ساختمانی ایستاده بود که کشیش آنجا بود. ظاهرا زنگ را هم به صدا درآورده بود. وقتی دید سرباز را از غافه گیرش کرده بدون اینکه منتظر جواب باشد با سرعت از آنجا دور شد. نمیدانست به کجا برود. تمام حرکاتش نشان میداد که بیش از حد دست پاچه ناراحت است سرباز راست به مباشر رسید و پرسید چهل هزار فرانکی رو که کنت نیاز داشت جور کردید؟ نه و مطمئنم کسی نمیتونه این طرف ها این پول جمع کنه همه میدونن که امضای او بی اعتباره خب حالا باید چیکار کرد؟ او خودش باید در این مورد تلاش کنه این کار من نیست در این موقع کنت برگشت و به مباشر گفت بیا کتاب خونه. بعد به سرباز رس گفت بعدا شما رو میبینم. مگره به میرمانخانه برگشت. آنجا مردی تقریبا پنجاه ساله با جان سر یک میز نشسته بود. وقتی سرباز رس وارد شد بلند شد و گفت احساس میکنم شما افسر پلیس اداره مرکزی هستید. اجازه بدید خودم معرفی کنم. میرتالیه از هیئت وکلای برگز با هم دور میز نشستند وکیل گفت امیدوارم موکل منو بخشیده باشید به نظرم او به شما اطمینان نداره ولی فراموش نکنید که او از خانواده محترمی است جوان و احساساتی است و نیت سوی نداره رفتار بد او بهترین دلیل بیگناهی کامل اوست یک ضرب و بیمکس حرف میزد البته من تمام جزئیات را نمیدانم اگر درست فهمیده باشم دیروز طی مراسم دعا کنتست به سبب حمله قلبی فوت شده میگن بعدا تک کاغذی تو کتاب دعای او پیدا شده که علت مرگ رو یک شک ناگهانی نشون میده آیا پسر مقتوله که اتفاقا هم در همون حوالی بوده متهم شده نه به هر حال فکر نمی کنم اتهامی در کار باشه اگر جنایتی هم رخ داده مبهم و گنگه و به تحقیقات اداری نیاز نداره پس موکل من نباید مورد اتحام قرار بگیره اصولا او در قصر چه سمتی داشت منشی و پسر خونده موکل من یک بیکاره نیست او حتی در قصر هم دنبال سرمایه گذاری بود آیا موکل من از مرگ کنتس سودی می برد؟ جان شخصی متعهد و مطمئنه و هرگز فکر نمی کرد چنین چیزی رخ بده مگره به ساعتش نگاه کرد ده بود حساب کرد که قطار حامل ماری واسیلیف نیم ساعت قبل به مولین رسیده است. گفت اوز میخوام. بعدا شما رو میبینم. سپس به بقالی رفت. یک گروب طول کشید تا با پاریس حرف بزند. گفت از اداره مرکزی پلیس حرف میزنم. میخواستم بدونم آیا امروز صبح چکی به امضای موری سنفیاکر وصول شده یا نه؟ چی؟ امروز ساعت نه برگشت خورده؟ خانم قد نکنید. شما چه کنی نگه نداشتی؟ آه بسیار عالی همین اون قسم بدونم یه زن جوان یه رو پیش اومد و چهل هزار فرانک رو پرداخت؟ متشکرم گوشی را گذاشت پس کنت در طول شب چهل هزار فرانک رو تهیه کرده و به نامزدش داده بود تا امروز صبح به بانک ببرد درست وقتی که مگره بقالی رو ترک میکرد کشیش را دید که به طرف قصر میرفت مگره تند کرد تا به او برسد ولی کمی دیر رسید و در قصر پشت سر کشیش بسته شد سرباز راست زنگ در را به صدا درآورد پیش خدمت خواست جلوی مگده را بگیرد ولی او یک ضرب به طرف کتابخانه رفت پیش از باز کردن در لحظه ای مکس کرد ولی بیهوده بود چیزی شنیده نمیشد همین باعث شد که او با عجله وارد شود کند به میز به تکیه داده بود و به آن مینگریست کنارش کشیش به قالی چشم دوخته و طوری بی حرکت ایستاده بود که انگار با کوچکترین حرکتی به زمین خواهد افتاد این دو نفر ساکت و بی حرکت آنجا چه میکردند یک بار دیگر مگره متوجه خستگی و بیزاری در کونت شد کشیش هم گیج به نظر میرسید و انگشتانش با تشنج روی کتاب دعا کشیده میشد مگره گفت از اینکه مزاحم شدم عضر میخوام من خبرهایی از بانک دارم نگاه کنت روی کشیش متوقف شد. نگاهی سخت و عصبی. چه چیز باعث شده بود آن دو چنین خوشکشان بزند؟ کاملا معنو بود که بین آن دو عدم تفاهم حاکم بود. بالاخره کشیش لازم دید بگوید من اومدم تکلیف مراسم تدفین رو روشن کنم. کنت بی توجه به حرف کشیش گفت حد زدم که شما به بانک تلفن میزنید. من به شما خواهم گفت که چرا چنین کاری کردم بله به خاطر رهایی از دست ماری که مایل به ترک قصر نبود من او را قانع کردم که این کار بسیار ضروری است مگره می بیمیلی و استراب را در چشمان کشیش بخواند باد سکوت حاکم شد مگره پیپش را روشن کرد و پرسید پول رو مباشر تهیه کرد کند گفت نه الان به شما خواهند گفت حالا در چهره کنت استرابی دیده نمیشد بلکه رنگ کشیش پریده بود کنت ادامه داد من میخوام در چند جمله مسئله رو روشن کنم به دلایلی که من نمیدونم چرا کشیش فکر میکنه من همون کسی هستم که مادرم رو کشته کشیش تکانی خورد کنت ادامه داد شب گذشته ایشون انباردار کلیسا را همراه با چهل هزار فرانک و یک یادداشت نزد من فرستاد سپس تکه کاغذی را به مگره داد و گفت این همون یاد داشته. مگره یادداشت را زمزمه خواند. راحت باشیم من براتون دعا میکنم. کنت ادامه داد. سرباز رز. علت این که امروز صبح من را در حال پرسه زدم در اطراف کلیسا دیدید همین بود. من چهل هزار فرانک رو به عنوان قرض قبول کردم تا نامزدم را از سر را بردارم. فکر میکنم حالا موضوع رو فهمیده باشید. فقط مونده بود که من برای جناب کشیش سوگند بخورم که گناهکار نیستم و نمیخواستم جلوی شما این کار رو بکنم تا وضع بدتر نشه بعد کشیش به اینجا اومد و من هنوز نمیدونم چرا کشیش از نگاه کند اجتناب میکرد کند ادامه داد اشخاص زیادی هستند که کشیش میتونه به اونا مشکوک بشه ولی به من مشکوک شده چرا؟ این مسئله دیشب نگذاشت بخوابم بالاخره به این نتیجه رسیدم که مادرم به کشیش چیزی گفته خب جناب کشیش مادرم به شما چی گفت؟ این بار کشیش چون گج سفید شد و نجوا کرد چیزی نمیدونم کند گفت راستش بگید جناب کشیش من قبول میکنم که به من کمک کردید اون چه هزار فرانکی که شما به من دادید اجازه داد تا مدتی آزاد باشم و بتونم یک مراسم دفن شایسته برای مادرم ترتیب بدم ولی شما همزمان مراقب من هم هستید قبلا فکر میکردم این حرفها رو وقتی با هم تنها هستیم به شما بزنم ولی حالا خوشحالم که آقای مگره هم هست هرچه بیشتر درباره این موضوع فکر میکنم بیشتر به نظرم میرسه که چیز عجیبی داره اتفاق میفته کشیش گفت آقای کند از شما استدعا میکنم بیش از این منو تحت فشار نگذارید و من به شما اختار میکنم قبل از گفتن حقیقت اینجا رو ترک نخواهید کرد. حالا کند حالت بیرحمانه به خود گرفته بود. ادامه داد: روابط شما با مادرم خوب بود. تصور میکنم جان هم برای عبادت و اعتراف نزد شما می اومد. کدام یک از اونا چیزی گفته؟ مادرم. درسته؟ او چی گفت؟ او از اینکه من به اینجا بیام میترسید درسته؟ او میدونست که گروز تازه هست که باید پرداخت بشه و چیز دیگه باید فروخته بشه. کشیش با صدایی خفه گفت شما باید ساکت شید نه قبل از اینکه بدونم چرا از اولین لحظه به من مشکوک شدید مگره آرام گفت کتاب دعا را جناب کشیش پنهان کرده بود مگره اندیشید کاملا محتمل است که روزی کنتس در جایگاه اعتراف به کشیش گفته باشد من از پسرم میترسم بله باید میترسید پولهایی که بیهوده در قصر خرج میشد در حقیقت به کنت تعلق داشت آیا او روزی مادرش را رو برای پس دادن حساب زیر سوال نمی گرفت؟ مگره گفت آقای کنت اگه مادر شما در جایگاه اعتراف حرفی زده باشه جناب کشیش نمیتونه اونها رو بازگو کنه کنت در اتاق را باز کرد و به کشیش گفت منو ببخشید به زودی چه هزار فرانک رو به شما پس میدم فکر میکنم این پول مال شما نباشه اون رو از مادام رویتاد بیوه مشاور حقوقی قبلی گرفتم متشکرم خدا نگهدار کشیش رفت و کنت در را بست بعد آرام به مگره گفت به هر حال حقیقت اینه که اگه به خاطر کشیش نبود من الان در زندان بودم نمیدونم این بیوه مشاور قبلی کیه مگره گفت من باید شما رو تنها بذارم و سری به اردوی دیگه بزنم اردو دیگه؟ اردوی مهمون خونه جان و وکیلش او وکیل گرفته؟ بله او شخص با فکریه تنها توصیه من به شما اینه که تحت هیچ شرایطی بدون اطلاع من دهکداره ترک نکنید مگره خارج شد ولی قبل از ترک قصر با مباشر روبرو شد مباشر همانطور که کنار او راه میرفت گفت من در موقعیت بدی قرار دارم و مایلم شما من راهنمایی کنید میدونید که شغل من کسی رو پولدار نمیکنه در چند هفته گذشته پولی نبود و من ناگزیر از جیب خودم حقوق کشاوردار رو پرداختم یعنی کنتست به شما به دکار بود؟ کنتست چیزی در این باره نمیدونست همه جا پول خرج میشد جز برای کارهای ضروری من نمیخواستم اطرافیان متوجه خالی بودن صندوق بشن و در این موقع از پسنداز خودم برداشت کردم چقدر؟ دقیق حساب نکردم حداقل هفتاد هزار مگره سری تکان داد و گفت فعلا من باید برم مهمونخونه خونه فردای آن روز مگره تصمیم گرفت به شهر مولین برود تنها وسیله رفت آمد اتوبوسی کهنه بود که آن را یک روستایی خریده بود و روزی یک بار به مولین میرفت مگره به مولین زنگ زد و تاکسی خواست در طول را چشم مگره به زمین های اطراف بود قبلا کنت سنفیاگر پنج هزار جریب زمین داشت ولی حالا به مولین که رسیدند مگره راننده خواهد جلوی بانک نگه دارد. اما قبل از ورود به بانک زنی روستایی را دید که دست پسرکی را گرفته بود و از آنجا خارج می شد. سربازرس سری کنار کشید. پسرک ارنست سرودخان بود و زن مادرش. مگره آنها را تغییب کرد. زن پسرک را پشت سر خود میکشید. بالاخره وارد مغازه اسباب بازی فروشی شدند. دقایقی بعد که خارج شدند، پسرک سوتی را با بند به گردن خود آویخته بود و مادرش او را از سود زدن در خیابان من میکرد. مگره به بانک برگشت. میخواست مقدار دقیق دارایی سنفیاکرها را بپرسد و مهمتر از همه تحقیق کند در چند هفته گذشته چیزی به این حساب واریز یا از آن برداشت شده یا نه. مرد جوان پشت باجه همان امیل پسر مباشر بود. مگره گفت شما امیل هستیم؟ بله. تصور میکنم شما هم افسر پلیس باشید. هوش و اتکاب نفسی از چهره امیل دیده میشد. مگره گفت درباره وضعیت مالی سنفیاکر اطلاعاتی میخوام کسب کنم. کار ساده ایه. خودم متصدی حساب اونو هستم. سپس پرونده زرد رنگی را آورد و گفت این خلاصه ای از اونچه شما میخواید. آیا حساب وضعیت درستی داره؟ لطفا از این طرف بیای. شاید کسی حرفای ما رو بشنوه. سپس به انتهای دیگر اتاق رفتن. امیل گفت پدرم حتما به شما گفته کنتس روش غلطی داشت خیلی وقتا من مجبور می شدم چکای بی اعتبار رو نگه دارم در واقع کنتس اینو نمی دونست. یه بار که من تلفنی این مسئله رو به او گوش زد کردم عصبانی شد امروز صبح باز سه چک رسیده و من مجبورم اونا رو برگشت بزنم و شکستگی این خانواده حتمیه؟ در حقیقت نه سه تا از پنج مزرعه فروخته شده و دو دیگه هم با خود قصر در گرو هستند. کنتس یک بلوک آپارتمانی هم در پاریس داره و معمولا مقداری پول از اونجا میرسه. ولی کنتس ناگهان شروع به خرج کردن بیش از موجودی در حساب کرد. من همیشه اون چی رو که در توانم بود انجام دادم. صورت حساب رو دو تا سه ماه به تحقیل مینداختم. این تمام چیزیه که من میتونم بگم. در این لحظه هم موجودی حساب درست 775 فرانک. البته باید اضافه کنم مالیات سال قبل پرداخت نشده و هفته قبل بازرس دارایی اولین اختار رو فرستاده. مگره گفت ژان از اینا مطلع بود؟ بله در حقیقت بیشتر از اون چی که باید بدونه میدونست. منظورتون چیه؟ ولی امیل محتاطانه از دادن جواب امتناع کرد. مگره از جا بلند شد بعد انگار چیزی یادش آمده باشد گفت سایر اهالی سمفیاکر در این شعبه حساب دارن؟ نه و امروز صبح کسی از اهالی برای کار بانکی به اینجا مراجعه نکرد؟ هیچ کس و شما تمام مدت اینجا بودید؟ بله از پشت گیشه تکون نخوردم مگره از بانک یک راست به دفتر روزنامه جورنال دومولین رفت و سرکارگر چاپانه رو خواست او را به زیر زمین فرستادند. مردی با لباس آبی داشت حروف چاپی را در فرم مخصوص میچید. سرکارگر او بود. مگره تای کاغذی را که باعث مرگ کنتز شده بود از کیف بغلی خود بیرون آورد. مرد عینک خود را روی بینی گذاشت. ظاهرا از مسئله سردر نیاورد. مگره پرسید این کاغذ اینجا چاپ شده؟ ممکنه هر جا چاپ شده باشه. یعنی تو هر چاپ خونه ای. آیا شما چیز جالب توجه خاصی تو این تکیه کاغذ نمی بینید؟ این فقط یه حقه است. کسی خواسته این رو شبیه بریده روزنامه کنه. از کاغذش چیزی میفهمید. تمام روزنامه های محلی چنین کاغذی دارن. من باید کارم رو بکنم. فقط یه سآل دیگه. شما جان رو می شناسید؟ بله. به خاطر گنتس دوست رئیسه گاهی به اینجا می اومد و پرسه میزد. آیا این کار میتونه کار او باشه؟ با صرف دو سه ساعت وقت و چند بار تمرین بله. وقتی مگره از ساختمان روزنامه خارج شد کسل و کمی دل سرد بود. در خیابان جلو کافه پاریس اتومبیل زرد کنت را دید. داخل شد و اطراف را نگریست. کنت را ندید. نشست. دقیقه بعد کنت از باجه تلفن بیرون آمد صندوقدار پرسید چند تا تلفن زدین؟ سه تا سه تا به پاریس میشه 24 فرانک سپس کنت مگره را دید و کاملا عادی به سمت او آمد و گفت نگفتید به مولین میایین وگرنه شما را به اتومبیل خودم میآوردم. آوردم میتونم بپرسم به کی تلفن زدی به یه صراف از اون پول میخواستید بگیرید بله با هر سودی که او دلش میخواد ولی او امتناع کرد اینجور به من نگاه نکنین من امروز بعد از ظهر به بانک رفتم چه ساعتی؟ حدود سه اون مرد جوون و وکیلش داشتن از اونجا خارج میشوند میخواستین پول برداشت کنین؟ بله من فقط سی ست فرانک دارم در پاریس هم چند هزار فرانک به صاحب خونم به دکارم تو بانک گفتن که حساب مادرم مسدود شده و البته تمام موجودی کمی بیش از 700 فرانک. هر دو مشغول نوشیدن نوشیدنی هایی شدند که پیش خدمت آورده بود. دقایقی بعد ژان و وکیلش هم وارد شدند. ولی تا موقعی که ننشسته بودند متوجه مگره و کنت نشدند. ژان با دیدن آن دو عملا سرخی محسوسی در گناهش دیده شد ولی به زودی سعی کرد خود را عادی نشان دهند نیم ساعتی که گذشت مگره جان را دید که به انتهای سالن رفت به گفت یه لحظه بعد بر برمیگردم سپس دنبال جان رفت دری را دید که قبلا متوجهش نشده بود درب راهرو عریزی عریضی باز میشد که فرش قرمز رنگی رویش افتاده بود جان در حال گفتگو با دخترکی بود که پشت پیشخان ایستاده بود وقتی مگره جلو آمد جان به دخترک گفت متشکرم گفتید در اولین خیابون سمت چپ دخترک سر کند داد ژان انگار از دیدن مگره خوشحال شده بود مگره به دخترک گفت نمیدونستم اینجا هتله باعث تاسفه چون اینجا بهترین هتل مولینه آیا کنت سنفیاگر اینجا اقامت کرده دخترک با اضطراب پرسید مگه او چیکار کرده این دومین باره که در عرض پنج دقیقه این سوال رو از من میپرسند سوال کننده این قبلی رو کجا فرستادی؟ او میخواست بدونه کنت سنفیاکر شب شنبه بیرون رفته یا نه؟ من نتونستم جوابشو بدم چون هنوز معمول شب نیامده که از او بپرسم بعد اون آقا پرسید آیا ما پارکینگ داریم؟ و به اونجا رفت حالا تمام کاری که مگره میبایست بکند این بود که ژان را تقریب کند در حالی که از همه چیز کمی آزرده به نظر میرسید گفت و گاراژم در اولین خیابون سمت چپ قرار داره درسته تموم شبم بازه وقتی مگره به خیابان مزبور رسید جان سود زنان در حال خروج از گاراژ بود گاراژدار داشت چیزی میخورد مگره نزد او رفت و گفت منم هم به خاطر همون چیزی اومدم که اون آقا اومده بود آیا در طول شنبه کسی به اون اتومبیل زرد رنگ از اینجا خارج شده بود؟ روی میز گاراژدار اسکناسی ده فرانکی دیده میشد. میگیره هم یکی آنجا گذاشت. گاراژدار گفت بله حدود نیمه شب. کی برگشت؟ حدود ساعت سه صبح. وقتی مگره به کافه برگشت جان و همراهش از آنجا رفته بودند. ولی به طرف میز خود که رفت وکیل را دید که کنار کنت نشسته است. با دیدن مگره از جایش بلند شد و گفت منو ببخشید. مگره گفت خواهش میکنم بفهمه بینشنید و خودش هم روی صندلی مقابل نشست وکیل گفت سرباز رست شما که اومدید داشتم به کنت میگفتم که ما چیزی بیشتر از اینکه به تفاهم برسیم نمیخوایم. بعضی از مسائلی که پیش اومده پیچیده است. ما هم به نوبه خود حاضریم کنت میان هر و گفت حاضری چه کار کنید؟ وکیل گفت میدونم که اینجا جای مناسب و حالا بهترین وقت نیست ولی به خاطر داشته باشید که ما بهتر از هر کس می دونیم که وضعیت مالی کنتس بسیار پیچیده است ژان در این ماجرا زینفعه و حقوق آقای کنت هم محترمه مگره کنت را به خاطر حفظ متانتش تحسین کرد وکیل گفت موکل من حاضر به کمک به شماست اشخاصی هستند که به او مزنونند شما صندوق قصر رو خالی یافتید و شایسته از مراسم تدفین در خور سنفیاگرها باشه وقت و هدر ندید موکل من میتونه کند گفت پولی رو که برای مراسم تدفین لازمه جور کنه مگره جرأت نگاه کردن به کنتر را نداشت و هر لحظه منتظر انفجاری بود که در آنجا رخ دهد در همین زمان ژان هم آمد بیشک وکیلش با علامتی به او فهمانده بود که همه چیز رو به است وکیل به ژان گفت من قضیه را به کنت گفتم و او اونو خوب درک کرد کنت گفت اگه به سنفیاکر میرید من حاضرم شما را به اتومبیلم برسونم البته ماشینم کمی ناراحت کننده است در زم اول قرار بود سرباز رست رو ببرم وکیل جلو و کنار کنت نشست و مگره و جان عقب نشستن کنت با سرعت زیاد به سوی قصر رفت و وقتی رسیدن گفت آیون همه شما رو به شام دعوت میکنم جان و وکیل با شک به هم نگاه کردند کنت با شوخی آنها را به داخل هل داد مگره دنبال فرصت مناسبی بود که با کنت خصوصی حرف بزند میدانست که کنت چقدر از جان متنفر است اما کنت مولد نمیداد او برای مباشر دکتر و کشیش هم پیغام فرستاد که به آنجا بیایند دکتر و مباشر که آمدند دکتر در گوش مگره نجوا کرد چه آشی پختید؟ من نپختم او پخته کند گفت اینجا غمنگیسترین چیز شبای دراز زمسونه به خاطر دارم که پدرم عادت داشت دکتر و کشیش رو دعوت میکرد و درباره مسائل فلسفی با هم صحبت میکردند سرکله این کشیش دست پاچه و نگران در آستانه در پیدا شد گفت ببخشید که دیر کردم دقایقی بعد صدای موتورسیکلتی در بیرون قطر شنیده شد کمی بعد کند به اتاق غذاخوری رفت جایی که مباشر بود آن دو کمی با هم حرف زدند هر دوتون بله این یه دستوره تلفن زنگ زد پیشخدمت از کند پرسید قربان مأمور کفن و دفن میخواد بدونه چه موقع تابوت و بیاره هر موقعی که دلش میخواد سپس با سرخوشی گفت دوستان مایلی ما چام بخوریم؟ پس بفرمایید مگره سعی کرد با گرفتن آستین کنت او را نگه دارد کنت خود را از دست مگره خلاص کرد و وارد غذاخوری شد و گفت من مباشر و پسرش امیل را هم دعوت کردم پسرش آینده درخشانی داره همه که جمع شدند کشیش دستایش را روی رومیزی به هم گفت کرد و با سری پایین افتاده دعا خواند. مگره از دیدن کند که به او خیره شده بود حیرت کرد وسط میز هفت شم روی هفت شاخه شمدان قرار داشت کند و مگره روبروی هم نشسته بودند طرف راست کند کشیش و طرف چپش دکتر نشسته بود جان در یک طرف و وکیلش در طرف دیگر میز کنار سرباز رست بود. مباشر هم با پسرش روبروی هم نشسته بودند. کنت گفت مثل سحنه های داستان های مگره گوشایش را تیز کرد. احساس میکرد منظوری در این جمله نافته است و حد زد باید منتظر اتفاق نامنتظری باشد. کنت ادامه داد فقط یک چیز نارسه در داستانهای اسکات ناگان دختر بیچاره در طبقه بالا شروع به گریه میکنه. برای چند لحظه همه از خوردن دست کشیدند. کنت از مباشر پرسید او تنهاست؟ مباشر نجوا کرد او؟ بله کسی در اتاق خانم کنتس نیست این اصلا خوشحال کننده نیست در این لحظه پای روی پای مگره فشار آورد ولی سربازرس نتوانست حد زند که پا متعلق به کیست میز گرد بود و پای همه به بسط آن می رسید و مگره مجبور به تحمل آن بود کند پرسید آیا امروز عده زیادی به ملاقاتش اومدن؟ طوری حرف میزد که انگار مادر از زنده است و این نگران کننده بود مگره متوجه شد که جان چنان ناراحت است که از خوردن دست کشیده مباشر گفت تقریبا همه کشاورزای محلی کند گفت خب به زودی قصر خراج خواهد شد و قیمتش هم ارزون خواهد بود میگه با اخ به اون است. چیزی نامعمول در عبارات کند وجود داشت آیا تا این حد میتواند اعصابش را کنترل کند آیا همه اینها بازی و شوخی شومی نیست سرپیش خدمت که مرغای بریان را آورد کند گفت حالا قاتل هم مثل بقیه غذا خواهد خورد مباشر با لحن شوخ گفت آ آقای کند بله چه چیز اشتباهی در جمله بود کاملا مشخصه که قاتل اینجاست و جسد هم تو خانه است ولی اجازه ندید این موضوع اشترای شما را کور کنه باز پا روی گوزک پای مگره مالیده شد. کند ادامه داد. این پیش درآمد تطفینه و مراسم تطفین فردا صبح انجام خواهد گرفت و ما باید تا اون زمان با هم باشیم و چون قاتل همینجاست دیگران خود رو به جای داور و قاضی خواهند گذاشت. البته بدونید که قاتل رو خطری تهدید نخواهد کرد. اینطور نیست بازرس؟ اینکه یک تیکه کاغذ رو داخل کتاب دعا بگذاری جنایت نمیشه در زم همه ما در جنان هستیم دکتر چه زمانی آخرین حمله به مادر من دست داد دکتر دعانش را پاک کرد و با حالتی ناراضی به اطراف خود نگریست و گفت سه ماه قبل وقتی شما از برلین تلگراف زدید که در اتاق یک هتل بیمار هستید و مقداری پول خواستم دکتر ادامه داد و من متوجه شدم که حمله شدید بعدی منجر به مرگ خواهد شد. کنت گفت، خب، حالا ببینیم چه کسی این موضوع رو میدونست ژان جان، من، مباشر و آقای کشیش. میخوام بگم تقریبا همه ای ما در مزان اتهام هستیم. البته اگر موضوع براتون سرگرم کننده باشه، میتونیم این مسئله رو در مورد هر فرد به طور جداگانه بررسی کنیم. با کشیش شروع میکنیم آیا او از کشتن مادر من سود میبرد جواب به این سال خیلی هم ساده نیست مسئله پول رو کنار میگذارم کشیش کاملا خشمگین و آزرده شده بود کند ادامه داد کشیش آدمی مذهبیه او مراجعه کننده عجیبی داشته که علت رجوعش به او آبرو بوده کشیش چنان ایمان محکمی داره که ممکنه به خاطرش هر کاری رو بکنه. به خاطر بیارید زمانی گناهکاران رو برای پاک شدن می سزندن. مادر من در حال دعاست ولی باز به مسیل پر از گناه خود برمیگرده و باعث آبروریزی میشه. در حالی که اگر روی نیمکت خانوادگی خود پاک بمیره اشک در چشم کشیش جمع شده بود و به میز چسبیده بود. گفت ولی من کند نگذاش ادامه دهد گفت خودتون رو گناهکار ندونید ما فقط داریم مسئله رو از دید روانشناسی بررسی میکنیم من میخوام به شما نشون بدم که حتی ریاضت کشترین آدم ها هم میتونند در خبیسان ترین کارها مورد سوزن قرار گیرند اما در مورد دکتر مسئله پیچیده تره. او آدم مقدسی نیست خوشبختانه آدم محقق و دانشمندی هم نیست پس میتونیم او رو به دلیل نداشتن ذهنی پیچیده کنار بگذاریم پس کند تبسمی کرد و رو به مباشر گفت حالا نوبت توه تو مباشری نمونه است مردی درست کار که زندگیش رو وقف رؤساش رو و قصر کرده سنفیاکرها فقط یک وارث دارند حالا دارایی خانواده زیر دست پای این وارث با سرعت در حال ناپدید شدنه رفتار کنتس مثل دیوونه هاست آیا وقتش نیست که او باقی مونده ثروت رو نجات بده؟ اما این فقط یک فرضیه است. احتمال دوم اینه که تو آدم پستی هستی که سالها از ضعف رؤسای خود سوء استفاده کردی. وقتی چیزی به گرو گذاشته میشه این تو هستی که اون رو برمیداری. خودداری تو از دست نده. کشیش خود رو نباخت تو هم نباز من هنوز حرفم رو درباره تو تموم نکردم تو عملا صاحب حقیقی قصر هستی ولی بالاخره روزی میاد که کنتس بفهمه این تو بودی که از موقعیت سو استفاده کردی پس بهتر نیز کنتس بمیره و قبل از اینکه به فقر و نداری خود پی ببره نجات پیدا کنه سپس رو به پیش خدمت کرد و گفت آلبرت برو هفتیر پدرم رو بیار وقتی صدای زنگ کلیسا ساعت ده شب را اعلام میکرد آلبرت هفتیر سنگین را به دست کنت داد و کنت آن را آزمایش کرد پر بود بعد گفت حالا درست شد من هفتیر را اینجا وسط میز میذارم. متوجه هستید که میز گرده و اصله در فاصله مسابی از همه قرار داره ما سه مورد را بررسی کردیم حالا سه مورد دیگه باقی مونده حالا قبل از هر چیز به من اجازه بدید پیشگویی کنم که قبل از نیمه شب قاتل مادر من خواهد مرد مگره از پشت میز نگاه تیزی به او انداخت در همین لحظه پایی دوباره پای او را لمس کرد کنت گفت ادامه میدیم و به کسی میرسیم که کنار سرباز رس نشسته یعنی امیل این جوان فعال و جدی آیا او میتونه قاتل مادر من باشه؟ یک فرضیه اینه که او هم دست پدرشه هر روز به مولین میره وضعیت مالی خانواده رو بهتر از هر کس میدونه و فرصت دیدن کارگرهای چاپونه رو هم داشته فرضیه دوم اینه که جان یک رقیب دیگه هم داشته امیل او با حضور ذهن خودش از موقعیتی که شما داشتید پیش افتاده بود او شخصی بود که کارهای اداری مادرم را انجام میداد و در گذشته تصوراتی برای خود داشت. ولی جان شما اومدید و نقشه هاشو نقشه بر آب کردید و پیروز شدید. او میتونه کنتس رو بکشه و با این کار سوء زن رو متوجه خود شما کنه. انگشتان پای مگره در کفشایش به حرکت در آمده بود. دیگران نمیدانستند که آیا تا آخر این جریان رو تحمل خواهند کرد یا نه. آیا میبایست میماندند یا صحنه را ترک میکردند؟ کنت گفت همه تو میدونید که ما با یک جنایت کامل روبرو هستیم. سپس رو به جان کرد و گفت حالا نوبت شما از مرد جوان. جان از جا پرید و گفت آقا وکیل من بنشین لعنتی بذار همه فکر کنن که تحمل شوخی رو داری. هوا کاملا گرم شده بود. عرق روی پیشانی کنت نشسته بود او گفت مورد شما چنان ساده است که مسلما جالب نخواهد بود شما مورد علاقه مادر من بودید ولی هر لحظه امکان تغییر وضعیت وجود داشت با یک مرگ ناگهانی همه چیز تمام میشد و دیگه شما آزاد بودید که محصول وقت طلب شده خود رو برداشت کنید و میتونستید با دختر جوانی که احتمالا منتظر شماست ازدواج کنید وکیل جان که کاملا مست شده بود گفت معذرت میخوام کنت قاطع گفت دهنتو ببند و غذا بخور سپس رو به بقیه کرد و گفت حالا من تنها فرد باقی مانده هستم بعد به سر پیش خدمت گفت گوش کن آلبرت تو برو طبقه بالا باید برای مادرم خیلی ملال باشه که تمام مدت تنها بوده مگره دید که آلبرت نگاه پرسشگرانهی به مباشر انداخت و او نیز با سر اشاره ای کرد. کنت به ساعت مچی خود نگریست و گفت یازده و ده دقیقه. من حرف تازهی برای گفتن ندارم. هرگز کار با ارزشی انجام ندادم. شاید جز زمان زنده بودن پدرم که اون وقت هفته سال داشتم. حالا من به کلی بی پولم. این رو هر کسی میدونه. مجله ها هیچ رازی رو مخفی نگه نمیدارم. من چکای بیمحل می کشیدم و تا حد امکان مادرم رو تیغ می زدم. حالا چه اتفاقی میافته؟ افته؟ پولی که روزی قرار مال من باشه به وسیله آشغالایی مثل جان خرج میشه و به زودی چیزی نمی مونه. من گرفتار یک چک بیمحل هستم. به مادرم تلفن میزنم. او از پرداخت پول سرباز می زنه. علاوه اگر این وضع ادامه پیدا کنه تا چند ماه دیگه چیزی از اموال خانواده نخواهد موند مورد من مثل مورد اول امیله مگره در تمام زندگی شغلی خود تا اینقدر در توجیه ماجرای احساس ناتوانی نکرده بود حوادث بر او پیشی می گرفتند گاهی فکر می کرد قضیه را حل کرده است لحظه بعد کند همه چیز را در ابهام فرو می برد و در تمام مدت هم پای مذکور مسررانه به پای او فشار می آورد. کشیش گفت آقا کنت گفت عذر میخوام شما باید حداقل تا نیمه شب منو تحمل کنید اولین فرضیه اینه میدونم که مادرم بسیار حساسه تک کاغذ رو داخل کتاب دعا میلغزونن برای ترسوندن او و در نتیجه نرم کردنش به قصد اینکه روز بعد بیام و پول مورد نیازم را از او بگیرم با این امید که او رو مهربونتر بیابم اما دومین فرضیه اینه که چرا او رو نکشن؟ تمام اموال سمفیاکر هنوز از بین نرفته. من به طور مبهمی خبر دارم که از جان در وسیعتنامه اسمی آمده. ولی یک قاتل نمیتونه وارث باشه. آیا به او مشکوک نخواهند شد؟ او قسمتی از وقتش رو در یک چاپخونه در مولین میگذرونه و چون در قصر زندگی میکنه میتونه هر وقت بخواد تکه کاغذی رو در کتاب دعا بگذاره. به خصوص اون که من بعد از ظهر شنبه با نام زدم وارد مولین شدیم و من منتظر پایان نمایش نموندم سپس کنت از جای خود برخاست. قدرتی در خود حس میکرد که قبلا هرگز فکرش را هم نمیکرد گفت اجازه بدید به نقطه شروع بحث برگردم هنوز نصف شب نشده من گفتم که قاتل مادرم اینجا بین ماست و ثابت کردم که او میتونه خود من یا هر کدوم از شماها باشه. البته جز دکتر و سرباز رس. قاتل میدونه که قانون توان مجازات او رو نداره. اینجا باید روی مسئله تأکید کنم. این جنایت خصوصیت متمایزی داره و اون اینه که حداقل پنج نفر از مرگ کنتس نف میبرند و هر کدوم ممکنه که دست به این جنایت زده باشن. ولی فقط یک نفر جرأت کرده و مرتکب این قتل شده. آیون من تصور میکنم که قاتل از این مهمانی شام برای گرفتن انتقام از سایرین استفاده کنه. او که مادر منو کشته چرا همه ای ما رو در اینجا نکشه؟ اگر فردا صبح مردم ما رو مورده پیدا کنند مسئله به طور کامل در پرده ابهام باقی خواهد موند. من از شما خواستم تا نیمه شب به من فرصت بدید ولی یک فرضیه را مطرح کردم فرضیه دیگری هم هست قاتل گرفتار شده وحشت زده است و مغزش قدرت فکر کردن نداره حالا یک نفر به کمک قاتل میاد و به او کمک میکنه ترتیب نمایش یک خودکشی رو بده کنت اعلام کرد حالا سه دقیقه به دوازده مونده قاتل خواهد مرد هفتیر پر این وسط منتظره در تمام مدت باز پایی به قوزک پای مگره فشار می آورد. وکیل از جا بلند شد و گفت من نیستم. وقتی تمام چشما به طرف او برگشت تیری شلیک شد و کند تکانی خورد و شانهش به پشتی صندلی لغزید و به چپ پیچید. سعی کرد تا عادل خود را به دست آورد ولی نتوانست. سرش روی بازوی کشیش بی حرکت ماند. شلوغ شده بود. هرکس کاری میکرد. فقط پنج شمع روشن در تمام اتاق وجود داشت. کسی که شلیک کرد امیل بود. او پرودست مگره نشسته بود. مگره، امیل و مباشر از جا برخواستند. دیگران دور جسد جمع شده بودند. دکتر خم شد و بعد به اطراف نگاه کرد. وکیل پرسید مرده؟ دکتر جواب نداد. فقط جان روی سندلیش لرزان و ناراحت نشسته بود. امیل اسلحه را روی میز گذاشت و به مگره گفت او خودش گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد قاتل باید میمرد و او ترسوتر از اون بود که عدالت رو در مورد خود اعمال کنه و همین خاطر کاری رو که فکر میکردم وظیفه انجام دادم مباشر گفت من دیدم که کنت در شب جنایت در قصر پرسه میزد گذات خواهند گفت که آیا دکتر حرف او را قطع کرد و پرسید مطمئنید که کنت مادرش رو کشته؟ صد درصد شما او رو دیدید که شب قبل از جنایت اطراف قصر پرسه میزد؟ کاملا واضح او رو دیدم. او ماشینش رو بیرون دهکده گذاشته بود. دلیل دیگه ای ندارید؟ امیل گفت چرا دارم؟ امروز بعد از ظهر پسرک سرودخان و مادرش برای ملاقات با من به بانک اومدن. مادرش او رو مجبور به حرف زدن کرد. کمی پس از جنایت کنت از پسر خواسته بود کتاب دعا رو به او بده. صبر مگره سر آمده بود و میخواست نمایش هرچه زودتر به پایان برسد دکتر لبخند میزد کشیش آرام سر کنت را پس زد کنت مثل کسی که خواب بوده از جا برخاست چین تهدید کننده گوشه لبش بود گفت ای اینجا و اون چرا گفتی یک بار دیگه تکرار کن امیل از ترس فریاد کشید و به بازوی مگره چسبید جان هنوز متوجه جریان نشده بود در این زمان شمدان افتاد و بوی سوختن بلند شد مگره هفتی را برداشت اسلحه با پوکه خالی پر شده بود مباشر ناگان به طرف پنجره دوید و آن را باز کرد و به پسرش با فریاد گفت از این طرف نقشه بدی نبود هیجان و تاریکی شانس خوبی برای فرار به امیل داده بود ولی وکیل ناخداغا پایش را سر راه او قرار داد و امیل با سر به زمین افتاد کنت یقهش را گرفت و او را روی پا نگه داشت کنت مشت محکمی به صورت ایمیل زد و گفت حرکت نکن یکی پنجره رو ببنده حالا حرفت بزن همه چیز بگو مباشر در گوش مگره گفت اجازه میدید او هر کار دلش خواست بکنه مگره جواب نداد کنت گفت این درسته که تو شب قبل از جنایت منو دیدی اما نگفتی کجا روی پله ها من داشتم داخل می شدم. تو تاریکی با هم روبرو شدیم. تو از اتاق مادرم می اومدی. سپس رو به بقیه کرد و ادامه داد. همونطور که قبلا گفتم، امیل اولین کسی بود که از بدبختی و غم پیرزن سو استفاده می کرد. جان وارد شد. شاید او همچون موقعیتش به خطر افتاده بود سعی می کرد انتقام بگیرد. چون هر دوی آنها دوراندیش بودند با من مخالفت می کردند. اینطور نیست نمید؟ من مردی بودم با چکای بیمحل که شب قتل دور قصر پرسه می زدم و کسی بودم که از ترس حتی جرأت تهمت زدن به دیگران را هم نداشتم. آقای مگره وقتی من زیر میز پاتون لگد می زدم متوجه قضیه شدید؟ در تاریک روشنا قدم می زد و حرف می زد. برای برداشتن هفتیر و شلیک کردنش چه وسوسه شدی؟ بله. من خودم گفتم گناهکار در نیمه شب خواهد مرد و تو مدافع شرافت سنفیاکر شدی این بار مشت محکمتری وسط صورت جوانک زد خون از بینی او شروع به فقران کرد چشمان امیل حالت چشمان حیوان دم مرگی را گرفته بود به نظر می رسید الان است که گریه بلندی از درد و وحشت سر دارد. سپس کنت خطاب به بقیه گفت ببخشید آقایون مراسم و تشریفاتی است که باید اون را انجام داد سپس در را تاق کرد و به طرف امیل برگشت و گفت بیا امیل انگار به زمین چسبیده بود از جای خود تکان نمیخورد انگار نمیخواست با دشمنش وارد تاریکی بشود انتظار که طولانی شد کند باز به طرف او رفت و دوباره ضربه ای چنان شدید به او زد که با سر به داخل راهرو پرد شد سپس به پله که به طبقه اول میرفت اشاره کرد و گفت اون بالا مباشر با لحنی تذرعامیز به مگره گفت من به شما اختار می کنم صدای پای کنت و امیل در راهرو شنیده می شد مگره آرام به مباشر گفت شما از همه چیز با خبر بودید شما و پسرتون با هم همدست بودید شما قبلا مزاره و هرچی که گرو گذاشته می شد بر می داشتید اما وجود جان براتون خطر به حساب می اومد پس تصمیم گرفتید کنتس رو بکشید و ژان رو در معرض اتهام قرار بدید و از دستش راحت شید. ناله دردالودی شنیده شد. دکتر به راهرو رفت و بعد برگشت و گفت چیزی نیست. حیوان نمیخواد به طبقه بالا بره. کنت کمکش میکنه. مباشر از اتاق بیرون دوید و نالید. این جنایت وقاحته. مگره و دکتر دنبالش رفتند. کنت و امیل به در اتاق زن مرده رسیده بودند. کنت گفت برو تو. من نمیتونم. گفتم برو تو. و صدای خفهی برخواست. مباشر و مگنه و دکتر وقتی به طبقه بالا رسیدند در اتاق بسته شد. از پشت در شنیدند که کنت گفت زانو بزن. زودتر. از او طلب بخشش کن. سکوتی طولانی سایه انداخت. سپس فریادی از درد بلند شد. این بار لگدی به وسط صورت قاتل فرود آمد. بعد گفت منو ببخش. همش همین؟ به خاطر بیار که او خرج تحصیل تو رو داد. منو ببخش. به خاطر بیار که سه روز پیش او زنده بود. منو ببخش. از این بهتر میتونی. به او بگو که شپش نجسی هستی. سپس صداهای خفیفی از اتاق به گوش رسید مگره لای در را باز کرد کنت سر امیل را گرفته بود و به زمین میکوبید وقتی متوجه مگره شد بلند شد و نفس نفس زنان گفت من کارم رو تموم کردم در این لحظه او متوجه مباشر شد و قرید آیا تو هم احساس نمی کنی که باید از او توازایی بخشش کنی؟ مباشر چنان ترسید که خود را روی پاهای کنت انداخت کنت امیل را به بیرون از اتاق داد و در را بست همه از پلا پایین آمدن امیل بیافه وحشتناکی پیدا کرده بود صورت خونالود بینی کاملا متورم و لبی شکافته کنت راهرو به طبقه همکف را طی کرد و در ساختمان را گشود تندبادی از هوای سرد داخل شد کنت رو به پدر و پسر کرد و فریاد زد گورتون رو گم کنید مگره اس کرد صدای حقیقی از گلوی کنت شنیده میشود. شود. سرباز شانه او را لمس کرد و کند بلا فاصله حالت عادی خود را باز یافت. کشیش آرنجهایش را روی میز قرار داد و مشغول دعا خواندن شد. در گوشه دیگر جان و وکیلش بیارکت نشسته و چشمانشان به در دوخته شده بود. در باز شد و کند در حالی که سرش را بالا گرفته بود وارد شد و شروع به سخن کرد. آیان ولی نتوانست ادامه دهد صدایش از شدت هیجان گرفته و به آخرین حد توانایی عصبیش رسیده بود در سکوت با مگره و دکتر دست داد انگار میخواست بگوید حالا میتوانید بروید سپس به سمت ژان و همراهش برگشت و کمی مکس کرد به نظر نمیرسید که آن دو منظور کنت را فهمیده باشند شاید هم از ترس خلط شده بودند کنت برای نشان دادن راه به آنها با سر اشاره کرد و با انگشت علامت داد. ماجرا پایان یافته بود. وکیل به جستجوی کلاه خود پرداخت. کند فریاد زد زودتر مگره زمزمه هایی از پشت در شنید و حد زد که پیش خدمت ها پشت در هستند و سعی می کنند معمای آنچه را که در قصر گذشته بود درک کنند. مگره احساس کرد احتیاج دارد یک بار دیگر با کنت دست بدهد. در باز شد. بیرون هوا سرد و روشن بود. حتی یک تکه ابر هم در آسمان دیده نمیشد. صدای پاهایی از جایی دور به گوش می رسید و نور چراغهای خانه مباشر از پنجره به بیرون می تابید. کشیش خواست خداحافظی کند اما کنت گفت شما بمونید. سپس صدای کنت در راه رو تنین انداخت که افزود اگر زیاد خسته نیستید میخوام با هم بریم و سری به مادرم بزنیم. در مهمانخانه ماریتاتن به مگره گفت نباید از من به خاطر پذیرایی بدی که از شما میکنم ناراحت چید. این مراسم تدفین زمین از یخ سفید بود علف ها زیر پا صدا میکردند هر ربع ساعت ناقوس کلیسا با صدای منظمی به گوش میرسید با طلوع آفتاب نشکش وارد شد و مأموران کفن و دفن دور بخاری دیواری مهمانخانه حلقه زدند ماریتاتن گفت تعجب کنم که مباشر تو خونه نیست احتمالا باید با کنت تو قصر باشه میگره داشت صبحانهاش را تمام میکرد که از پشت شیشه پسرک سرودخان را دید که با مادرش به طرف میمانخانه آمد ولی زن خودش ایستاد و پسرش را به جلو راند انگار میخواست برای ورود به میمانخانه به او قوت قلب بدهد ارنست که وارد شد بسیار متکی بر خود به نظر می آمد. انگار درسش رو خوب حفظ کرده بود. گفت سرباز اینجاست؟ در همین زمان مگره را دید و به طرفش آمد. هر دو دستش در جیبایش بود و یکی از آنها با چیزی بازی می کرد. به مگره گفت اومدم که سوتت رو من نشون بده. انس قدمی به عقب گذاشت و چشمایش را به اطراف گرداند و زمزمه کرد کدوم سوت همونی که تو جیبت قایم کردی؟ خیلی وقت بود که میخواستی یه سوت داشته باشی نه؟ پسرک تند و سریع سود رو از جیب خود درآورد و روی میز گذاشت مگره گفت حالا قصه کوچیکت رو برام بگو نگاهی با سوء زن به مگره انداخت سپس به طور نامحسوسی شانه بالا انداخت و گفت مهم نیست من سوتم رو به دست رو بردم ولی اون چرا من گفته شده خواهم گفت در مورد کتاب دعاست اون روز من همه چیزو به شما نگفتم چون میترسیدم ولی مادرم خواست که حقیقت رو بگم کسی که قبل از مراسم دعا اومد و از من خواست که کتاب دعا رو به او بدم جان منشی قصر بود در همین موقع صورتش برمز شد و سوتش را برداشت فکر میکرد به خاطر دروغی که گفته سوتش زبط خواهد شد مگره گفت بیا او کنار من بشین آها خوب شد حالا بگو ببینم سوتت خیلی دوست داری اونو بزن ببینم وقتی معموران کفن و دفت صدای سوت را شنیدند رو برگرداندن سمت آنها مگره پرسید اون رو دیروز از مادرت برات خرید شما از کجا میدونید تو بانک چقدر پول به شما دادند؟ پسرک به چشمان او خیره شد. رنگ سرخ صورتش حالا پریده بود. به در نگاه کرد. انگار داشت محاسبه میکرد فاصله او تا آنجا چقدر است. مگره ادامه داد. امیل شما را دید و به تو یاد داد که به من چی بگی؟ بله درسته. سپس لحظه فکر کرد و از مگره پرسید حالا با من چیکار میکنی؟ مگره فراموش کرد جواب بده. داشت فکر میکرد که سهم او در این ماجرا محدود به پیدا کردن آخرین حلقه زنجیر وقایه بود. ظاهرا امیل خواسته بود جان مورد اتهام قرار بگیرد. ولی شب قبل نقشه او به هم خورده و فکر کرده بود مردی که باید از او ترسید منشی نیست بلکه کنت سنفیاکر است. پسرک باز تکرار کرد شما با من چیکار میکنید؟ مگره فرصتی برای جواب دادن نیافت. وکیل جان از پلا پایین آمد و گفت سرباز از خوب خوابیدید عذر میخوام به نظر شما بهتره که ما این قضیه تموم شده به حساب بیاریم؟ بله شما دو نفر البته میتونید مدتی استراحت کنید بعد برید در این لحظه ارنست که سوتش را پنهان کرده بود در را باز کرد و دوید مگره اوورکوت و شال ابریشمیاش را برداشت و برای دیدن مراسم تشییع رفت روستایان پای پلای قصر ایستاده بودند. آقابت درباز شد و تابوت در حالی که چهار مرد آن را حمل می کردند پدیدار شد. پشت سر تابوت کنت با چشمانی سرخ راست ایستاده بود. وقتی نگاه مگره از بالای پلا به جمعیت افتاد احساس تأثیر به او دست داد. کسی همراه کنت نبود و او خود تنها تابوت را مشایعت می کرد. مگره از جایی که ایستاده بود خانه مباشر را میدید درها و پنجرههایش بسته بود کرکره های قصر هم بسته شده بود فقط در آشپزخانه چند خدمتکار صورت خود را به شیشه چسبانده و نگاه میکردند ناقوسها با تمام قدرت به صدا درآمدند و چشمان کنت و مگره در هم گره خورد مگره لبخند آرامش بخشی را روی لبان کنت دید در همین زمان هم تاکسی جان و وکیلش به سرعت از آنجا دور شد